روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. انگور. اکنون ادامه آن را با هم می شنویم. اسید ایتلین همچنین تأثیر دارد، اما مقدار چنین تأثیر داشتن آن 2 گرم به هر لیتر سلامتی ارگانیسم را به خطر مواجه می کند. باز نگه داشتن اسید شوی که توسط لیپوپروتین ها کم انتقال شدند، اسید شوی این نوع خالصیت یعنی ضرر آور سبب شروع شدن روند تهنشین شوی در دیوارهای رگ ها می شود و تسلب شراین را به وجود می آورد. چنان که تحقیقات ها نشان داده اند، انگور و جوس آن رگ ها را وسیع کرده گردش خون را بهتر می سازند و مانع پیدایش سوده ها و جمع شوی خاصیت دیوارهای رگ ها می شوند. از غذایی که دل و سیستم گردش خون را چنین حفظ می کند، دیگر چی را باید منتظرش باشیم؟ شراب سرخ همچنین تأثیر را دارد، زیرا در ترکیب آن ماده های فعالی در انگور موجود بوده هم حضور دارند. اما شراب در فرق از انگور یا جوس آن چندین کمبودی ها دارد. اینها قند، ویتامین ها و تاکسین
یعنی اسیدی ایتلین می باشد که باید از خون خارج کرده شوند. با این سبب انگور و جوس آن نسبت به شراب خیلی بهتر و مفیدترند و سیستم دل و رگها را حفظ کرده تأثیرات زیادی را دارند. کسانی که دچار به بیماری های قلب و سرطان که تابستان و یا تیرما انگور و زمستان جوس انگور را استفاده می کنند، بهتر شدن کار قلب را در پی چنین کوشش های ناچیز خوب احساس می نمایند. کسانی که دوره برقرار شوی را پس از سکته قلبی می گذرانند به خاطر جلوگیری از انکشاف تسلوب شراین، مشک های قلب باید به غذای خود انگور را علاوه کنند. حجره های خون و یا سوده بندی تمایل پیدا شدن لخته ها در رگ ها در گردش خون با استفاده انگور و یا جوس آن کم می شوند. مخصوصا این برای کسانی مهم است که سکته مغزی را اثر گذرانیده اند یا خطر گذراندن آن تهدیدشان می کند. کمخونی انگور یکی از میوه های است که آهن خیلی زیاد 0.26 میلی گرام الا 100 گرام را دارد. کشمش با سبب نسبتاً سیر غذا بودنش آهنی از آن هم بیشتر یعنی 2.59 میلی گرام تا 100 گرام دارد. آهن در ترکیب آن بیشتر از گوشت بره 2 الا 2.5 میلی گرام تا 100 گرام است. آهن ترکیبی انگور نسبت به آهن ترکیبی گوشت به دشواری جویده می شود. اما جویده شدن آهن در یک جایی با ویتامین سی که در خود انگور یا دیگر رستنی ها وجود دارند خیلی خوبتر می شود. کسانی که از کمخونی عذاب می کشند پس از استفاده منظم انگور در تابستان و خزان و کشمش در فصل های دیگر سال بهتر شدن وضع سلامتی خود را احساس می کنند. مریضی جگر انگور فعالیت ضد تاکسیکی جگر را تقویت داده، حاصل شوی تلخه را سرعت می بخشد. در برابر این، انگور گردش خون را در وریدها خوبتر می کند. از این رو در حالتهای گرفتاری به سیروز، استیسید با سبب فشاری بلند در درجه قلب نقش مهم دارد. بیماری روده انگور اسهال‌آور نرمی است که قصولی کهن را که به سبب ضعف روده به وجود می آید می گشاید. همچنین انگور فلاریای روده را به تنظیم می درآورد. سبب پروتین های سیرغذایی از حیوانات به وجود آمده را برطرف می کند. بیماری گرده ها به سبب خاصیت های پیشابرانی و سبکسازی خود، ترکیب منرال ها و مقداری کمی پروتین های انگور، هنگام نفرید، نیفاز و دیگر سبب ها که عامل های بیماری گرده می باشند، توصیه داده می شوند. پادگره و برزیادی اسید اوره انگور به سبب خاصیت پیشابرانی خود برای تازه کردن اسید اوره در گرده ها بهترین مواد دانسته می شود. استعمال دامی انگور و تبابت با آن مخصوصاً برای کسانی که از ارترید و چاقی عذاب می کشند و کسانی که پیوسته غذاهای گوشتی میل می کنند بسیار مفید است. روندهای سرطانی چنان که تجربه ها نشان داده است، رسویترال که در انگور مخصوصاً در پوست آن وجود دارد، دارای خاصیت ضد سرطانی می باشد. هرچند استعمال این ماده هنگام گرفتاری به سرطان حالا هم در حال تحقیق شوی است. بسیار استفاده کردن انگور به حیث خوراک در قطار تبابت های دیگر برای کسانی که دچار سرطان شده اند یا خطر گرفتاری به آن را دارند توصیه داده می شود. جوس انگور چگونه آماده می شود؟ انگور را به اسباب آمیخته کننده گذارید. اگر فرصت داشته باشید برای مزه خوبتر داشتن دانه های انگور را گرفته دور بیندازید. چنین اصول را با این سبب ها به کار گیرید. به خاطر کامل استفاده کردن از خاصیت های شفای پوستی انگور برای قلب و سرطان. براش بهره گرفتن از خاصیت انتکسراگنی ریولترال که اساساً در پوست انگور وجود دارد. در این صورت انگور سیاه یا سرخ را گرفتن بهتر است. برای تازه کردن پوست و دانه های انگور، ایتلین یا غلبی را استفاده برید. در این صورت جوسی بسیار لذت بخش و آبگین به دست می آید.
که شما با استفاده آن از تمام خاصیت های انگور بهره می گیرید. جوسی ناجوشانیده انگور عیناً همان خاصیت های حفظ کننده دل را به مانند شراب دارد. فقط با غلیظی بیشتر و بدون نارسایی اسیدی اتلین. همزمان انگور و جوس آن ارگانیسم را با قندها و ویتامین ها تامین می کنند که در ترکیب شراب موجود نیستند. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. من قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته با خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. وزن متناسب، آن را چگونه برقرار بسازیم؟ تمام روز هوش و فکر زکیه به وزن متناسبش بود که چطور آن را کم کند. از این خاطر بسیار جدی خواست از پی این کار مشغول شود و در همان لحظه قرار قطعی گذاشت که این مشکل شخصیش را حل خواهد کرد. 17 می سال 2000، روز دوشنبه. من بسیار کوشش کردم که چیزی را در زندگی خود تغییر دهم. اما محض همان روز سبب شد که راه حل مشکلات خود را یابم. محض همان روز قراری را در نزد خود گذاشتم که در سالهای آینده مرا به موفقیت زیاد رساند. من صاحب کار خوب، دوستان بهترین و از همه مهمترش صاحب خانواده سالم هستم. من بسیار خوشبخت هستم. همه اش از اینجا منشأ می گیرد. این هفته برایم بد آغاز شد. از صبح همه کارهایم گویا نادرست پیش می رفتند. ساعت زنگ نزد و یا شاید زنگ زده باشد ولی من نفهمیده باشم. خیر، این مهم نیست. از درس اول دیر ماندم. همین که در فکولته داخل شدم، باری دیگر خانم مقبول نبودن خود را احساس کردم. در آشپزخانه همه با تعجب یا شاید از روی دلسوزی و غذای من که از نان، چیپس و البته قهوه عبارت بود می نگریستند. نوشیدن قهوه در همان لحظه برای من بسیار مهم بود.
زیرا من کاملا خواب نکرده بودم. آه چطور من روزهای دوشنبه را دوست ندارم. ولی این حالا از همه بدترش نبود. امروز همه مرا از چاقی یاد می کردند. حتی آرمان به جای سلام مقبولک به من سلام کندوچه گفت. می فهمم که او نیتی بد نداشت ولی خوشم نیامد. اگر بهترین و نزدیکترین دوستم یگان جهت زیبایی مرا پی نبرد، چی طور می توان به دانیال مورد پسند شد؟ در گرد و اطرافش همه زیبا صنم ها چرخ می زند. آنها کجا و من کجا؟ تا به طرف من نگاه هم نمی کند. چرا من مثل ماهپری زیبا نیستم؟ از پیش مغازه لباس ها می گذاشتم که انعکاس بد خود را در آینه آنجا دیدم. غیر از این به خانه آمده پتلون های کاوبایی را که یک چند ماه پیش براحتی برتن می کردم پوشیدن آنها بسیار دشوار بود برایم و این مرا قطعا به هدف گذاشتن وادار ساخت. قرار دادم که وزنم را بسنجم. راستش را گویم من در گذشته ها در این باره فکر نمی کردم چون معلوم بود که من چندان خوش قد و قامت نیستم. دهشت. آنچی را که من دیدم از تخمینم هم بدتر بود. 69 کیلو. بسیار بد. بلندی قدیمان 163 سانتی متر است. و از روی یک نوع معمولی مقرر نمودن وزن، وزن مناسب بدن من باید 53 کیلوگرم زیاد نباشد. ولی اینجا 69 کیلو، این 16 کیلوگرم اضافی به خوبی معلوم شدند و به من بسیار خلل می رسانند. باور دارم که در هر گونه وزن بدن خود را خوشبخت حس کردن ممکن است. ولی به من پورگی هم خلل می رساند. در این سن و سال جوانی هم نفسی کوتاه دارم و به برآمدن زینه ها مشکل دارم. من شرم می کنم در بین جمعیت بروم. لباس هایی که من دوست دارم بپوشم. پوشیدنشان را به خود عیب می دانم. زیرا آنها تماما به من نمی زیبند. من از عکس گرفتن هم خودداری میکنم. خود را در آینه دیدن برایم خوشایند نیست. خلاصه چاقی از من دور نیست. من حتی نمیتوانم برای خود یک کار خوب پیدا کنم. بسیار خوب درک می کنم که این کیلوگرم های ناپسند اضافی اند. وقت آن رسیده که با خودم اهمیت دهم، خودم حالا این کار را آغاز می کنم. از همین لحظه جادویی، فرانسه منتظر من است. آشناهای نو، سرگذشت عجیب و حیات نوی دانشجویی. آیا تو وزن متناسب خود را می دانی؟ بسیار از دختران نوابسته از آن که وزن مقرری دارند خود را کامل می حسابند. به هر واسطه که باشد وزن پرتافتن می خواهند. خود را لاغر می کنند که این به بیمداری می رساند. راه حل وزن اضافی این خود اداره کنی است. تنها وزن مناسب خود را موافق بدن، سن و سال خود مقرر نموده، آن را در مقدار لازمیش نگاه دار. خود را دوست داشته باش و خوشبخت بمان.
گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی شما شنونده عزیز، با عرض سلام شما را به برنامه های جالب و جذاب شاد باش می گوییم. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم میشنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. موضوع صحبت ما هدیه بزرگ و حیرت انگیز از کتاب وحی می باشد. در برنامه گذشته ایمان ما درباره خواب دیده یکی از پادشاهان دنیای قدیم نبوکدنصر و درباره آن که هیچ کسی تعبیر این خواب را نمی دانست صحبت کرده بودیم. امری فرموده شده پادشاه به گوش دانیال پیامبر رسید. دانیال منجم نبود، بلکه او از جمله حکیمان پادشاه بود. دانیال به سردار پاسبانان پادشاه آریوک که برای کشتن حکیمان بابل بیرون آمده بود رو آورده گفت: چرا از جانب پادشاه چنین فرمان سخت داده شده است؟ آنگاه آریوک اصل مسئله را به دانیال بیان نمود و اینک دانیال نزد پادشاه در آمده چنین گفت: پادشاه هم به من کمتر فرصت بدهید تا من رفته به سوی خدای آسمان دعا گویم، تا اینکه او خواب دیده تو را به من آشکار نماید. خداوند آسمان به من آینده را می گوشاید و من پس بازگشته خواب دیده تان را بیان خواهم نمود. در جواب دعا، خداوند در رویای شب به بنده خود دانیال خواب دیده پادشاه تعبیر آن را آشکار نمود. اصرار خداوند به نفرانی که پیوسته دست بر دعا هستند گشاده و باز می گردد. دانیال دعا می کرد: من تو را ای خداوند پدرانم شکرانه و حمد می گویم برای آن که حکمت و قدرت به من بخشیده ای. پس از آن دانیال نزد پادشاه رفته به او گفت: این راست است که هیچ فرد زمینی، نه منجم، نه ساحر و نه حکیم با حکمت، هیچ یک اینها نمیتواند خواب دیده شما را آشکار نماید و تعبیرش را بیان سازد. اما خدای در آسمان است که آشکار کننده راست هاست و او پادشاه نبوکدنصر را از آنچه در ایام اخیر و وقوع خواهد آمد آگاه کرده است.
این نبوت روند تاریخ را در جریان وقت به ما می گشاید. از زمان دانیال آغاز یافته او به ما تقدیر مردم بابل، میدیان و فارس ها، یونان و روم را نشان می دهد. تا کدام زمان ما را آورده می رساند؟ بله، تا زمان اخیر. تو ای پادشاه چنین رویایی دیده ای. اینک یک هیکل بزرگ، این هیکل بزرگ که بسیار درخشان بود در روبروی تو می ایستاد و نمود سهمگینی داشت. سر این هیکل از طلای خالص، سینه و بازوهایش از نقره، شکم و رانهایش از مس بود. ساقهایش از آهن و پاهایش قسمن از آهن و قسمن از گل بود. تو دیده ای که سنگی کنده شد بیانی که دستی رسیده باشد و پاهای آهنین و گلین هیکل را زد و آنها را خورد خورد کرد. آنگاه آهن، گل، مس، نقره و طلا یک بار خورد خورد شده مثل کاهریزه خرمندگاه تابستان گردید و بعد آنها را گرفته برد و نام و نشانی از آنها باقی نماند. و آن سنگی که هیکل را زده بود به کوه بزرگ تبدیل یافته تمام زمین را فرا گرفت. خواب همین است و تعبیر آن را به حضور پادشاه خواهیم گفت. شنوندگان عزیز، در لحظات آخر برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.